جنگ در بغلان و تاریکی برای کابلیان. وضعیت نامطلوب بغلان روساست که برای همه محسوس است. پس از درگیری های شدید در دند شهاب‌الدین که باعث تخریب یک پای برق و برق وارداتی ازبکستان به کابل شد، این روزها سر صدای زیادی برپا کرده است. وزارت دفاع ملی دو روز قبل اعلام کرده بود که در 24 ساعت آینده ساحه را از وجود مخالفین پاکسازی می کند. اما پس از گذشت 48 ساعت نه خبری از پاکسازی مخالفین از این ساحه وجود دارد و نه برقی برای شهروندان کابل. در همین حال شرکت برشنا بارها اعلام کرده است که به دلیل جنگ در ساحه موفق به فرستادن کارمندانشان برای ترمیم پایه تخریب شده نیستند. اما چرا بغلان ناامن شد و پاکسازی مناطق از وجود مخالفان به این درازه ها کشید و شهروندان کابل چه زمانی می توانند برق داشته باشند؟ برای بحث بیشتر آقای جنرال مرادعلی مراد، معاون ستاد ارتش، روی خط اسکایپ با ما هستند. آقای مراد، وزارت دفاع دو روز قبل اعلام کرده بود که در 24 ساعت ساحه از وجود مخالفین پاکسازی می شود، اما دو روز گذشت و هنوز هیچ پیشرفت احساس نمی شود. واقعا این صحبت ها در حد شعار باقی ماند؟ من دارم خدمت مردم شرافتمند ولایت بغلان و همچنان مردم کابل که انتظار میکشه دخه که عملیات تصفیوی ولایت بغلان به کجا میرسه. اما قسمی که وزارت دفاع ملی افغانستان اعلان کردند که عملیات در 24 ساعت این قدرت و نیرومندی نیروهای امنیتیشون اونا به کلی به خوبی میبینن، این توانمندی وجود داره، اما متاسفانه هوا بسیار خراب بود، ما نتانستیم که عملیات در این مدت انجام بتیم. اما عملیات ما بسیار به خوبی امروز آغاز شده و ما مطمئن هستیم که به زودترین فرصت ولسوالی دهنه غوری را از وجود آشوبگرایی که اونا زندگی آرام مردم ما را نارام ساخته یه را تصفیه خواهیم کرد. و همچنان عملیاتی را که ما آغاز کردیم امروز بسیار به خوبی پیش میره. قوتهای هوایی و زمینی ما در مقابل مخالفین یورش برده و پیشروی بسیار به خوبی انجام میافته. آقای مراد، دقیقاً تا کدام ساعت و تا چه زمانی میشه که ساحه از وجود مخالفین پاکسازی شود؟ واقعا مشخص است زمانش؟ شما برای شما بهتر معلوم است که کسایی که در اینجا میجنگ اینا پشت سرشان و رهبری از این عملیات اتباع خارجی هستند که تا آخرین مرمیشان اینا میجنگند. به او خاطر ما زمانش گفته نمیتونیم برای شما که تا چی وقت تا این عملیات ادامه پیدا میکنه، ولی ما بسیار با احتیاط نیروهای امنیتی ما در مقابل از اینا پیشرفت بسیار خوبی داره و تلفات بسیار سنگین برای زیاد وارد کرده. و همچنان طالبان چرا اجازه داده شد که اونجا قدر قوت بگیرن و تجهیز و تمویل شوند در این مدت؟ بر علاوه که عملیات در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان ادامه داره، همچنان عملیات را که ما در ولسوالی تگاب در امیرضا انجام شدن ولایت بدخشان، امیل ازی که با شما صحبت میکنیم ولسوالی تشکان از وجود مخالفین تصفیه شدن، در حدود 24 نفر از دشمن مسلح در اونجا اسیر نیروهای امنیتی ما شده و همچنان جنگ در این ساحه این ارتباط به خارجی ها گرفته که خارجی ها تا در مقابل مردم و نیروهای امنیتی ما چی عمل را انجام میده. با او خاطر نیروهای مخالفین در اینجا میخواستن که یک مرکزیت را داشته باشه و مسیر شهرهای نمبر یک با تمام ولایت شمالی را قطع بکنه. آقای مراد، سوال بازم تکرار میکنم، چرا به طالبان قدر اجازه داده شد تا قوت بگیرن اونا در اونجا و بتونن عملیات شما را قدر به کندی مواجه بسازن؟ ای از طرف کسی برایشان اجازه داده نشده، ولی ما برای شما گفتم میتونم که یکی از اهداف دشمن همیست که در نقاط که بسیار مهم و حیاتی است برای مردم افغانستان او ساحات نارام بسازن. آقای مراد، تا حال عملیات هوایی هم صورت گرفته و چقدر مؤثر بوده تا به حال اگر صورت گرفته؟ ما متاسفانه در این 7 روزی که عملیات در ولایت بغلان ادامه داشت از قوتهای هوایی ما نتونستیم استفاده بکنیم. امروز همی لحظه که با شما صحبت میکنیم قوتهای هوایی ما عملا در عملیات شامل شده و اونا تأثیرات بسیار خوبی را برای حمایه قوتهای زمینی ما انجام داده. چقدر احتمال از بین رفتن
افراد ملکی اونجا وجود داره؟ چون گفتمش که طالبان از خانه های افراد ملکی استفاده میکنن با عنوان سپر. متاسفانه که طالبا آمادگی کلی را برای جنگ گرفته بودن و مردم در این ساحه که فعلا جنگ جریان داره، ما از به مول لحاظ کوشش کردیم که مردم ملکی در این ساحه در این زمستان اینا به جای نشوند و مردم ملکی تلفات نبینند. در این ساحه هیچ مردم ملکی در ساحه جنگی که فعلا عملیات جریان داره وجود نداره. آقای مراد، گفته میشه که طالبان با سلاح‌های سنگین و هانوی ها مجهز هستند. این سلاح‌ها را از کجا به دست آوردن و تا به حال چرا حکومت نتونسته اونا را دوباره بازپس بگیره از اونا؟ ما برای شما گفته میتونیم که اینا پشت سرشان کسای کنند و امکانات را که اینا فعلا در اختیار دارند زمان کافی برای ازیا موجود بوده که امکانات به دست بیارن و در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت بکنن. آقای مراد، کسانی که تفاهم نامه دند غوری را امضا کردن، فکر نمی کنین یک اشتباه بزرگ مرتکب شدن و باید محاکمه شون؟ و ما ایره برای شما گفتم میتونم که یک نشانه از این بوده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان اما نیتشان هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل مخالفین نشان میده. متاسفانه عمل کرده از این چون هیچ اختیار را و هیچ صلاحیتی بر تصمیم گیری اینا ندارن. کسایی که از بیرون افغانستان و در داخل افغانستان اینا را سوق اداره میکنه اونا هستن که تماما فضا را بر مردم افغانستان تنگتر ساخته روان هستن. حالا در مجموع تفاهمنامه دند غوری واقعا چقدر تاثیر گذاشته به این نامنی های اخیر در بغلان؟ استفاده جویی که از ملیت که وجود داشته صورت گرفته، نتیجهش همیست که فعلا اینا مقاومت میکنه و اینا در مقابل نیروهای امنیتی میجنگن. آقای مراد، در مورد پایه‌ای که تخریب شده در دند شهاب الدین صحبت کنین که اونجا وضعیت چگونه است و آیا میشه با این زودی ها پایه ترمیم شود؟ چون شرکت برشنا بارها اعلام کرده به دلیل نبود امنیت و ساحه جنگ نمیتونن کارمندانش اونجا بفرستن. تا کدام زمان ممکن است که کارمندای برشنا اونجا برن و پایه را ترمیم کنن؟ ما مطمئن هستیم که عملیات در آخرین دقایق خود رسیدن و به زودترین فرصت یکی از اولویت های ماست که پایه برق دوباره ایجاد شوه و ارتباطات برق برای مردم کابل و برای مردمی که از او برق استفاده میکردن برشان آماده شد. آقای مراد، تعداد جنگجویان مخالف چقدر است و نیروهای خارجی همراه با شما هستند در عملیات؟ همراه ما هیچ کسی نیستند به جز اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی ما. نیروهای دفاعی خود کشور ما هم هوایی و زمینی هستند و سوق اداره عملیات کاملا به نیروهای امنیتی دفاعی کشور ما تعلق دارند و هیچ خارجی همراه ما را در این عملیات همراهی نمیکنند. جناب مراد، به عنوان آخرین پرسش، حالا در موقعیتی که پایه برق تخریب شده، گفته میشه خط مقدم جنگ است و نیروهای افغان تا کدام زمان برای مردم افغانستان و برای مردم کابل وعده می‌سپارند که مشکل را رفع خواهند کرد؟ ما انشاءالله مطمئن هستیم که در این هفته حتما برق دوباره تمدید میشه و این عملیات به دقایق اخیر خود میرسه. سپاسگزارم آقای مراد از حضورتان در خط اسکایپ با ما. مهمانان من در بحث حاضر آقای وحیدالله توحیدی، سخنگوی ریاست برشنا، آقای یونس فکور، آگاه مسائل سیاسی و آقای شیوا شرق، روزنامه‌نگار. مهمانان عزیز، بسیار خوش آمدین. جناب توحیدی، تازه ترین آمار و گزارشات جزئیات بر برشنا چه است و تا به حال گفته میشه که از یک پایه بیشتر تخریب شده؟ مشخصا میشه که معلومات موثق دقیق اگر در اختیار برشنا باشه با مردم شریک ساخته شود؟ تشکر. سلام بر شما جناب شکور سید جناب بزرگوار. متاسفانه در شام پنج شنبه، چهار شنبه البته، یک پایه برق وارداتی که 260 میگاوات برق ازبکستان به کابل وصل میکرد توسط بم انفجار داده شد و دو پایه یک قسمت خراب گردید و انسلیتر و یاخ خراب شد و یک پایه کاملا منهدم شد که بلاسر از او برق وارداتی کابل، ننگرهار، لغمان و پروان و همچنان میدان وردک قطع شد. کارمندان ما بعد از 3-4 ساعت به ساحه رسیدن
مگر متاسفانه اجازه ورود پیدا نکردند و تا فعلا دمو کارمندایی که از سمت مزار شریف کابل و خود بغلان در اوج حضور دارند اجازه ورود ندارند به خاطر نبود امنیت و مشکلات ماین و ماینروبی. ما از دو جانب سخنان خود آغاز کردیم، یکی امرای ملکان و ریش سفیدای منطقه که بتانیم از او طریق داخل ساحه شاییم و پایه را بسازیم، و از یک جانب دیگه امرای دولتمداران محلی که در دموج حضور دارن با مانند والی صاحب و قمندان صاحب امنیه و عامر صاحب امنیت. متاسفانه با لفظ ازی که شما منتظر باشین تا امروز ما منتظر هستیم و هر لحظه همکاران ما که ارتباط میگیرن میگن که شما منتظر باشین و اجازه ورود به ساحه را بر ما نمیدن، به خاطر البته مشکلشون مشکل نبود امنیت است و جنگ بسیار شدیدی که در ساحه قرار داره. گزارش و یا یک احوال نامعسق تا فعلا که برای ما رسیده متاسفانه باید بگیم که دیروز شام که امروز هم احتوا کرده، یک پای دیگر کدام قماندان محلی که در موج زندگی میکنه به توسط اره، یک پای دیگر میگن گفته میشه که اره کرده، که تا فعلا بازم تصاویر مسق به دست ما نرسیده و گفته شده که پایه هم از جای خود انحراف کرده، مگر استاد شده مگر تا یک نیم متر انحراف کرده و پای دوم هم متاسفانه اره شده و دوم منطقه افتاده. ما یک سخن دارم، اگر کسی افغان است حداقل آب هوای افغانستان تنفس کرده و یک روز کلمه اطلاق افغان بو شده، به تاسیسات عامل منفعه هیچگاه ضرر نمیرسانه، ولو که هر کس باشه در هر گروه باشه. اینا باید بدان که در افغانستان بریشن شرکت یک شرکت سیاسی نیست، شرکت مربوط قوم حزب نیست، یک شرکتی است که به همه مردم ولو که در هر جا باشه تحت تسلط هر کس باشه نور و برق برشون میرسانه و اهدا میکنه. حالا در مواقع اضطراری شرکت برشنا چگونه میتونه برق شهروندان کابل را تمویل کنه و یا اونا را صاحب برق بسازه؟ خب فعلا در بخش اضطراری تانستیم که صرف 80 میگاوات، چون خود تاجیکستان برق نداره و بازم 80 میگاوات برق از تاجیکستان به ارتباط شدیم و 80 میگاوات برق در امزمستان از تاجیکستان گرفتیم، بالا اینه که از مزار شریف آمده و در حدود 75 الی 80 میگاوات برق حرارتی که بیشتر از 55000 لیتر تیل شبانه مصرف میشه، از 6 شام تا 9 الی 10 شب ما دیزل جنراتور روشن میکنیم که قیمت فی کیلووات بیشتر از 32 افغانی برای ما تمام میشه، مگر در فروش دمو 2 افغانی یا کمتر از یا بالاتر از 2 افغانی است. حالا در صورت یک اندازه برق مایی پر و یک اندازه برق نغلوره که دمو به حق کابل میرسه او را میگیریم و باقی مانیش مننگر ها رو لغمان میدیم. در صورت ادامه تنشا و جنگ در ساحه شرکت برشنا چی اقدامی خواهد کرد و چی برنامه داره؟ دیگر ناگزیر هستیم، فقط یگانه انتظار ما به می است که می لین وارداتی 280 میگاوات که از ازبک به افغانستان وصل شده یعنی می ساخته شود، وگرنه با به این منوال ادامه پیدا کنه طبیعی است که یک مشکل اقتصادی جدی دامنگیر برشنا خواهد شد با مصرف بلندی که از بابت دیزل جنراتورهای برق حرارتی داره. جایگزین دیگر وجود نداره تا فعلا دفتن نیست. دو لاین جدیدی که بالای زو کار آغاز است یا آغاز شده که او میتونه بدیل شوه که او استفاده از او بعد از 2017 میشه، مگر فعلا لاینی که از تاجیکستان وارد کردیم متاسفانه باید بگیم که تاجیکستان خودش در امزمستان برق ندارن و فعلا هم که 80 میگاوات یا کمتر یا بیشتر بر ما میتن به شکل کمکی هم رای افغانستان کمک کردن. سپاسگزارم. جناب آقای فکور، واقعا مخالفان با منفجر ساختن اماکن عامل منفعه که طور که آقای توحیدی هم با اشاره داشتن که هیچ ربطی به سیاست و یا بازیگران سیاسی نداره، بعد اون بار چه هستن؟ منظورشان چه است واقعا؟ تاسیتا جناب توحیدی سب شرق سب تخبر سلام و احترام استاسی درنو لیدون کت دا خو مسلح دشمن دی او مجه دفعیتونو چخ وینو چی ترورستان دی دوغو هر شی چې دولت او در دولت تر حاکمیت لاندې ساحې تر فشار لاندې نیسي هدف دی، دوی ته چې یو غیر مسله
عادی ژورنالیستان او یو تلویزیون کې کار کوي هغه نظامی هدف وي، دا خو بیا ستراتیژیک هدف دی. دا د افغانستان د مرکز او د شرقي ولایتونو د انرژي او برق د تامین لار ده. زه نو ځکه دوی ته هدف کېدای سي، تو هغو څه خو ګیله نسته چې اوس څه ورته وایم په جګړه کې دی. خبره دلته څه شي ده، هغه دا ده چې آیا د دې حکومت په امنیتي ستراتیژي کې دغه لین د رجایک تاسیساتو په اساس چې امنیت یې باید تامین سي شتون درلود کې نه درلود؟ بل باوجود چې شرکت برق عامه تاسیسات دي، دولتي شرکت دي، کېدای سي دا خلکو ته انرژي تامینوي ښه هدف وي. آیا شرکت برق د دې لین د تامین دپاره آیا د حکومت اڅولی دی؟ دوی کم غټي جلساتی کړي دي او په دا ساحه کې چې حکومت کم نقل و انتقالات کوي، کم سوله راولي یا جګړه کوي، دوی وشدار ورکړي دي چې کېدای سي دا د دې انرژي لین قطع سي. نو زه ځکه دا سوالونه مطرح دي. او د بلې خوا تا ته در معلوم دي چې موږ په دغه مسیر کې درې څلور میاشتې د مخه کمی غلطه کړي نه یې ډنډ غوري وتویدي سب نه دلته زموږ یو ډلې سیاسي مشرانو د آغای منګل په مشرۍ باندې چې وزیر قبایل دی چې په ده په وظیفه پرې دا اړم نه درلودله، دی ولاړې هلته ول د قوم د مشرانو سره مې د سولې تړون امضا کوي چې دوی به پر موږ حمله نه کوي، موږ به پر دوی حمله نه کوو. آیا دوی په دې فکر کې و چې دلته یو ستراتیژیک لین تیریږي چې شریان دی د انرژي د تیریدو چې دا تهدید نسی؟ حالا به نظر شما این برنامه ریزی شده بود از قبل که باید این گونه شوه و دندغوری بعض از این که به طالبان سپرده میشه به شکلی از اشکالی بعد حاکمیت پیدا کنن به این خط انتقال انرژی؟ اوست که ما تا در عملی میری چی طالبان اون ده هستی لحظه انتخاب کرل چی اغا د یخ شدت دی او زموج تولیدی دستگاهی شخصی کورونه دولتی موسسات په دا وخت کې عظیم مصرفونه لري، دا وخت انتخاب کوي. زه داسې فکر کوم چې طالبان په ستراتیژي جوړولو کې د پلان په جوړولو کې د آی اس آی په همکاري زموږ تر دولت هوښیار دی، ولې زموږ دولت دفاعي عملیات کوي کم د مخه ستراتیژي نه لري. کله چې طالب عمل وکړي دوی بیا دا کار کوي. زه فکر کوم چې په دا کې به طالبانو دا پلان درلودی چې د دغسې یو موافقتنامې ترلاسه کولو په نتیجه کې په ډېر یخني ژمي کې چې دوی هلته خپل سنګرونه جوړ کړي، تاسیسات جوړ کړي، سلاح رامنتقله کړي او دغه شریان د برق ووي، دوی ستراتیژي درلودل. زموږ ساده لوحه وزیران او دغه ته په پوهېږې چې دا حکومتداري په اوتوبوتو نه کېږي، حکومتداري دا ده چې څه شي چې کوي تاثیرات پر خلکو. حالا واقعا به نظر شما این ساده لوحی است و یا یک برنامه از قبل تنظیم شده؟ یار زه داسې فکر نه کوم چې د دوی فکر دا و چې زه دا منطقه طالبانو د مشرانو په نامه ورسپارم دی به لین قطع کړي، داسې به نه و. د ده داسې و چې دی هلته یو امتیاز داسې واخی چې یو منطقه سره مې د طالب سره خبرې وکړي، هغه به جګړه نه کوي، سړک ته به نه راوځي، پر عامه تاسیساتو به عملیات نه کوي. ده ځان ته دغه وزیر چې زما ډېر شناخته دی، احترام هم ورته لرم، اوس دې جواب ورکړي. زه ورته وایم د دې کار دې جواب کړي. دې وزیر ځان ته د امتیاز د اخیستلو، ځان ته د کریډیټ د اخیستلو چې دا د یو منطقه مې ارامه کړله، په دې هدف شاید دی هلته تللي دي چې رقیبان، اما تاثیرات یې نه دي سنجولي چې ښه دا که زه آرام پرېږدم. آیا یوه خبره، یوه کلمه په دغه قرارداد کې د برق د لین د مسؤلیت دوی یاد کړي دي په دې قرارداد کې؟ ګرسره نه.
نو تی وینی ساده لوحی د دوی نو داس هغه ساده لوحی ده چې زوم دا تر قستی لم بتره ده دا وزیر باید په مطبوعاتو کې موږ راوخو داسې د پښتون څخه پرزی پرزی کو او جربغنی ژر تر ژره پښتنه ځینې وکړي چې دا د کم د قوم مشران و چې ته په سره ژمې د دولت فلچ کړي دي عامه تاسیسات برق نه لري د یخنۍ څخه خلک ریږ دي او دلته بوټي ګران سوي دي سپاسګزارم آقای شرق یک بحثی که من قبلا از آقای مراد هم پرسیدم می بود که واقعا حالا باید چه نتیجه از اون تفاهم‌نامه بگیریم و واقعا اشتباه بزرگی نبود و کسانی که در این تفاهم‌نامه دست داشتن نباید محاکمه شدن این یک بحث و بحث دیگر این که حکومت قبلی و حکومت فعلی واقعا برای زیربنا و کارهایی که واقعا میتونه برای آینده افغانستان موثر مفید باشه چقدر فعالیت کردن بسم الله الرحمن الرحیم معذر جناب فکور صاحب جناب توحیدی و جناب شما بیننده های محترم تلویزیونتان درود و سلام بحث دولتداری بحث ایجاد یک راهبرد و برنامه هست به لحاظ طوری که حالا جاش نیست این برنامه ما بحث بکنم ولی اساسا دولتداری یک پروسه تاریخی و یک فرایند علمی و عقلانی هست دولت مردان ما از آغاز جلسه من به این طرف دچار خطاهای استراتژیک شدند در امر دولت سازی و سامان سیاسی در افغانستان یعنی ما نتونستیم نهاد سازی بکنیم بحث توسعه اقتصادی رسیدن بر رفاه داشتن یک دولت پویا و در حال اقتدار و مباعثی مثل ملی شدن و بحث ایجاد دولت ملت اینها مباعثی بود که دولت مردان ما متاسفانه فروگذاشت کردن و یا قصدن یا اینکه آگاهی نبودن بر مسائل پروسه فرایند تاریخی بودن دولت ملت در افغانستان بینن 13 سال فرصت کلان جامعه بین‌المللی متاسفانه هدر رفت یعنی ما نتونستیم نهادسازی بکنیم زیربناهای کلان توسعه اقتصادی که انرژی برق هم یک بخشی از این توسعه اقتصادی است این زیربناها را ما به عنوان یک مسئله صورتی برخورد کردیم با امی پیش درآمد میخوام بگم که دولت گذشته و دولت حال متاسفانه در فقدان استراتژی و برنامه دولتداری در افغانستان به سر میبره ما به لحاظ علمی و به لحاظ عقلانی نتونستیم توسعه سیاسی در افغانستان به بار بیاریم همه کشورهایی که پس از منازعه یا چی در حال جنگ هستند یا کشورهای جهان سومی هستند برای گذار از یک وضعیت عقب ماندگی و توسعه نیافتگی برنامه های بسیار مشخصی دارند که مدیران ارشد یا سیاستگزاران اون جامعه و حتی جریان های سیاسی مخالف و اپوزیسیون یک راهکار مشترک دارن که پافشاریشان روی عملی شدن اون راهکارهای مشترک زمینه رو برای توسعه سیاسی در یک جامعه فراهم میکنه در مورد سوال شما که دولت مردان ما موقعی که برای سلطلبی یک ولسوالی یا شهرستان در اختیار مخالفین قرار میتن با جناب فکور صاحب کاملا موافق هستم که بسیار ساده انگاری و ساده لوحی است یعنی یک خیانت کلان به مردم افغانستان هست این نشان میده که سیاستگزاران نهادهای امنیتی افغانستان رئیس جمهوری افغانستان و کسانی که مسئول هستند در امر تامین امنیت و زمینه سازی برای کارهای کلان اقتصادی و تامین امنیت دستگاه های انرژی افغانستان اینها در فقدان برنامه به سر میبرند و یا اینکه اون ستون پنجمی که بسیاری ها ازش یاد میکنه از خود رئیس جمهور آغاز تا آقای منگل ختم میشه ببینین در هیچ منطق جور نمیه کشوری در حال جنگ دشمن دنبال فرصت هست میخوام محاربه داشته باشه عملیات پارتیزانی و چریکی بکنه زمینگیر بکنه دولت رو با چالش امنیتی خلق بکنه در چین یک شرایطی یک آدم در یک وزارتی که بلیاز دولت داری مدرن هم اصلا داشتن چین وزارت شرم است یعنی ما در قرن 21 در دولتداری جدید هنوز یک وزارتی داریم که بحثش هنوز بحث اقوام و قبایل هست یعنی چنین چیزی باید حل شود اول موجودیت چنین وزارت منتفی است به لحاظ دولتداری جدید دوم این که آنچه که اتفاق افتاده و آقای منگل انجام داده عملا مشخص شده که یک خیانت ملی برای مردم سرافراز افغانستان هست اگر خانه ای در دند غوره یا دند شهاب الدین آتش میگیره این به این معناست که خانه ای در هلمند آتش گرفته و اگر خانه ای در ننگرهار آتش میگیره توسط داعش به این معناست که خانه ای در بدخشان آتش گرفته چی ما باشم چی آقای منگل باشه چی آقای اشرف غنی باشه هر کسی اگر باشه ناظری بر عملکرد اینها نباشه و این خیانت صورت بگیره خونی ریخته شود و بعد صدمه ای به مردم افغانستان رسیده شود این یک خیانت هست دقیقا پشت این برنامه یک استراتژی یک پلان تکتیکی برای دشمنسازی و جابجایی جنگ و انتقال جنگ هست کل مردم افغانستان
آنچه که در دند شهاب‌الدین و در دند غوری انجام یافت. حالا شما ببینین آقای مرادعلی مراد به عنوان یک جنرال نترس و سرسپرده ارتش افغانستان به نیروهای خود در حال عملیات نظامی است، ولی این عملیات زمان صورت گرفته که آقای منگل فرصت لازم را در اختیار دشمن قرار داده، دشمن موضع کنده، استحکام گرفته، تجهیزات فراهم کرده، دشمن نقشه جنگ و تکتیک جنگ خود را پیاده کرده و حتی زمینه عملی سازی از این فراهم کرده. حالا نیروهای دولتی ما در توان این نیستند که این منطقه ای را که خودشان سپردن یک آدم خیانت کرد این منطقه را واپس بگیره. حالا آقای شرق، در گذشته هم همچین مواردی را مردم مشاهده کردند که هر کاری مردم دلش خواست در هر مقامی که بود انجام داد، اما واقعا مکافات مجازات در میان نبود و پس از مدت فراموش شد. حالا پس از این واقعا حکومت افغانستان باید دست به کار شود و واقعا اقدامی خواهد کرد تا از این موارد در آینده جلوگیری کنه؟ ما یک شعر بسیار معروف داریم: هر چی بگندد میزنندش نمک، وای از آن روزی که بگندد نمک. قصه اینجاست که خودی آقای اشرف غنی یک رئیس جمهور تقلب کار و قانون شکن هست. دکتر عبدالله مشروعیت نداره. این حکومت از بنیاد یک حکومت ضد قانون هست. حالا من به دلیل اون تنش‌های کلان انتخاباتی نمیگم، موارد بسیار زیادی در قانون زیر پا شده. فعلا مجلس نمایندگان مشروعیت نداره، چیزی به نام دموکراسی اصلا وجود نداره. کسانی که خودشان از مجرای غیر قانونی قدرت و اقتدار اقتصادی این مملکت را مست یک زالو چسبیدن و میخورن، از اینا انتظار نداشته باشیم که اینها قانون را تطبیق میکنن. ما از رئیس جمهوری باید منتظر باشیم که یک دولت قانون مدار و قانونگرا را پیاده بکنه که متعهدی بر مشروعیت نظام باشه. خب دیده میشه که هر روز یک فساد شکل میگیره، یک خیانت شکل میگیره، صدها زمینه های کلان رفاه مردم افغانستان بر هم میخوره. لکه ننگ و لکه شرم است بر جبین کسی که مدعی سیاست ورزی در افغانستان هست. 38% کاهش تجارت سرتاسری در افغانستان است. فقر رو به توسعه هست. بیداد میکنه بیماری ها و صدها مصیبت دیگر در جامعه افغانستان. یعنی دولت ما یک دولت قانونمند و قانونپذیر و قانونگران است. بینان کسانی که خیانت هم میکنن، ببینین در کدام نوستالژی و در کدام قاموس حکومت داری میگنجه که یک وزیری که متهم به دزدی مکتبهای خیالی در وزارت معارف است و متهم واقعش از آدست یک سازمان معتبری بررسی فساد اداری در افغانستان، چنین یک وزیری در رس یک هیئت میره برای قدیابی، یک وزیری دیگری که خودش امتیاز فردی میخواهم میره برای انجام یک کار دیگر، یک وزیری دیگر در وزارت مالیه پرونده میلیون ها دلار دزدی و گرفتن پول از راه غیر قانون مشخص میشه، چنین یک وزیری سفیر میشه. اینها همه مواردی هستند که حکومت ما یک حکومت قانون را زیر پا میکنه. در برابر خیانتی دیدم که آقای منگل کرده در دندی غوری هم این حکومت سکوت اختیار میکنه، چون خودی نمک گندیده شده. حالا هر چیزی که گندیده شده باشه با نمکی گندیده نمیشه اون گندیدگی اون پدیده را نابود بکنه. حالا در این صورت، در این شرایطی که شما ذکر کردین که حالا همه چیز در هم و بر هم است، سرمایه گذاری، تجاران و کسانی که واقعا میخوان در افغانستان به شکل از اشکال خدمتی داشته باشن، اونا فکر نمیکنین دل سرد میشن و احتمالاً افغانستان با لبه پردگان از دیکتر میشه؟ یقینا چنین است. من یک تجربه را میگم. دینگ شیاپینگ نخست وزیر چین موقعی که چین پس از جنگ تریاک با ژاپن رهایی پیدا میکنه، طرحی برای توسعه اقتصاد داره. سه چیز را از مردم به عنوان اعتماد میگیره. اول اینکه از مردم میگه که شما فن دزدیدن مهارت کار را بلد هستین، مردم میگه بله. بعد میگه شما آماده ای کار کردن در فابریکه های بیرونی هستن، میگن بله. میگه یک وعده بسیار جدی دیگر را شما باید برای دولت چین بتین، او تامین امنیت چرخه های گردان اقتصاد تولیدی و اقتصاد کار در افغانستان در چین هست. یعنی مردم چنین کاری را کردن تا چین به عنوان یک کشور پویا و یک اقتصاد پویای جهانی مطرح شد. دولت افغانستان چنین روی کردی را نداره و توان تامین امنیت را. متاسفانه سرنوشت ما مبهم و نامعلوم است. آقای عبدالستار بارز والی ولایت بغلان هم روی خط تلفن با ما هستند. سلام به شما آقای بارز، صدای ما را دارین؟ سلام علیکم. بله سلام به شما و تمام همکارای شریف و نجیبتان و به بینندگان بسیار عزیز. سپاسگزارم. آقای بارز، قبلا هم ما با آقای مراد صحبتی داشتیم و اونا در مورد عملیاتشان گفتن که به زودی آغاز میشه در ولایت بغلان.
در مجموع حالا چند ولسوالی و دست مخالفین است و وضعیت دند شهاب الدین و دند غوری از چه قرار است؟ میشه توضیحات بیشتر از شما داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که آگاهی دارین عملیات ما از تاریخ 6 شروع شد و تا کنون ادامه داره و دلیل ازی که عملیات گاهی گاهی به کندی پیش رفت، موجودیت غبار و ابر بسیار طولانی در این ساحه بود. امروز عملیات ما بسیار زیاد با جدیت از زمین هوا در ساحه دند غوری جریان داره و همکنون قطعات ما نقطه مقاومت دشمنه که قریه نیازی‌ها بود و پل درکت بود او را در هم شکستانده. قطعات ما در این ساحه وجود داره، تلاشی ها وجود داره، دشمن در حالت فرار است در حالی که از چهار طرف این در محاصره است. نتایج کلی و خوشخبری های خوبه، انشالله قبل از اینکه امروز به پایان برسه برای هم‌تنان عزیز خود و به بینندگان تلویزیون یک و سایر رسانه ها شریک خواهد ساخت. حالا آقای بارز، دند شهاب الدین در چه وضعیت است و مشکل بی‌برقی که حالا دند شهاب الدین قطعات ما در اونجا حضور ندارد، در اونجا دشمن حضور دارد و این موجودیت دشمن از زمانی که حادثه دلخراش قندوز صورت گرفت در این ساحه وجود داشت و مورد تشویق و حملات دولت قرار نگرفته بود. از اثر تقاضای مقرر مردم این عملیات از تاریخ 6 شروع شده و تا آخری لانه دشمن کارهای ما جریان پیدا میکنه. آقای بارز، گفته میشه که دند غوری زمانی که به شکلی از اشکال به طالبان واگذار شد سرصداها و جنجالهای بغلان بیشتر شد، موافق هستین و چرا این عمل صورت گرفت؟ آیا شما به عنوان والی یک ولایت که در ولایتتان این گونه تفاهم صورت گرفت، شما در جریان بودین و آیندهش چگونه پیش بینی میکردین؟ با کمال تاسف نه تنها پیمان تایید نمیکنم بلکه تقدیم میکنم. ما در ولایت بغلان نبودم، ما در دفاع از ولایت فاریاب قرار داشتم. تاریخ 11/12 حادثه بسیار تکاندهنده که دشمن میخواست برتر از کندوز در فاریاب انجام بده از اثر شهامت دلیری مردم شجای فاریاب که او وقت مسئولیت شما داشتم دفاع صورت گرفت، او را نجات دادیم و به تاریخ 21 ما در بغلان آمدیم و پاکشاری های زیادی کردیم که این ساحه از لحاظ دشمن پاکسازی شد. خوشبختانه با کمک بلفیل و بلقوی مردم مبارز و شریف بغلان پیام ما مورد پذیرش قرار گرفت. همکنون قوای مسلح قهرمان افغانستان در دفاع از شرف، حیثیت و آبروی مردم بغلان جانانه میرزمند و قابل افتخار برای مردم افغانستان است. خب، حالا آقای بارز، چیگونه میبینین وضعیت تا چه زمانی میشه که کارمندان برشنا برن و با او ساحه پای برق درست بکنن و عملیات نیروهای افغان تا کدام زمان به موفقیت انجام مییابه و شما بعد از این از کدام ولسوالی ها بیشتر نگران هستین و قبل طوری که قبلا هم یادآور شدم چند ولسوالی حالا بیشتر تحت تهدید است و یا به دست مخالفین است؟ ولسوالی با دست دشمن نیست، بعض نقاط تحت تهدید بلند دشمن قرار داره و این دو نقطه که شما نام گرفتین اینا مربوط به لخومری است. انشالله ایمان کافی داریم که دشمن زبون ما به حکم خدا و به حکم قرآن صحیح ولایت بغلان برای همیش دور میکنیم. همین که ساحه دند غوری تصفیه شد به زودی ها، کار ما بلانه های از اینا در شهاب الدین جریان پیدا میکنه و به کمترین وقت تمام کارمندای تخنیکی و مسلکی برشنا هم به بغلان هست. دلیل از اینکه چرا
ما نتونستیم این مشکل را رفع بکنیم. خدمت آن عرض کردم که امروز هوا خوب شد و سازی که پایه برق خراب کردن ماین فرد شده و بر تیزیت دشمن بود، نخواستیم تلفات بیشتر صورت بگیره و یک انجینرهای ما خدا ناخسته تلف شد. این به زودی رفع میشه. همین که دند غوری ختم شد، تصفیه دند شاگدین شروع میشه و این مشکل هم انشالله. سپاس آقای بارز. فقط به عنوان آخرین پرسش، چند پایه برق در اون منطقه تخریب شده؟ آیا گزارش دقیق به دست شما رسیده؟ یک پایه بدبختانه، یک پایه و هم در ساحه عمق ساحه تسلط دشمنای سیاه مردم افغانستان. خیلی سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای ستار بارز. ممنون. و آقای توحیدی، قبلا هم آقای فکور اشاره داشتن که چقدر هماهنگی وجود داره با نیروهای امنیتی و با حکومت افغانستان برای مسیری که برق انتقال پیدا میکنه از ازبکستان به افغانستان. واقعا این مناطق چقدر امن است و حکومت افغانستان چقدر اونجا حاکمیت داره؟ بیزت مننه. البته کله چې دغه پای کې نول شوې دي او دغه لاین وارد شوی دوړه خوننه، هغه وخت د حکومت پلاس کې او دا نه اټکل کېږي چې کله کومه ساحه د طالب پلاس غورځېږي یا د دولت د مخالف پلاس غورځېږي او یا کله هم کومه ساحه د دې د لاسه خوځي. متاسفانه د افغانستان اوضاع داسې شوی چې د اټکل څخه راوتلې ده. اټکل نشي کولی چې کله به څه چاره ترسره کېږي. خو د افغانستان برېښنا شرکت یوازې دا د دې مسؤلیت دا دی چې دغه برق وارد کړي او په خلکو یې پلوري او خرڅ یې کړي. موږ متاسفانه دغه لینونه د افغانستان هر هغه اړخ چې برېښنا ترې واردېږي اوس تهدید لاندې دي. فرضاً که موږ وګورو د کجکي برېښنا چې هلمند ته، لشکرګاه ته او یا هم قندهار ته راځي، په یو کال کې 2130 ځلې قطع کېږي، یعنی په تیر کال کې. او بیا هم زموږ د کارمندانو لخوا دا رغول شوي او کسان پکې شهیدان شوي دي، خپل لاسونه او خپې یې د لاس ورکړي دي. همداراز د کابل څخه ننګرهار ته چې برېښنا ځي، دا یې درېیم ځل دی چې قطع کېږي. د ځینې اشخاصو لخوا په بدبخت کې بیا هم د خلکو څه منظور معلومه نه ده چې په کوم منظور ولې قطع کوي. خود شرکت برېښنا درخواستی و یا کدام خواستی از خود شرکت نشده؟ ای کاش چې داسې وشي که دوی هر خواست ولري، نو خواست به د برېښنا څخه څه ولري؟ موږ ته برېښنا راکړه، دا زموږ خپل مسؤلیت دی چې موږ خلکو ته برېښنا ورکوو. دا چې په هره ساحه کې وي، افغان پکې ژوند کوي، زموږ مسؤلیت دی چې موږ هغې ته برېښنا ورسوو، که دا د هر چا لاس لاندې وي. ولې موږ څنګه چې وویلې، افغانستان برېښنا شرکت خدماتي شرکت دی او خپل خدمات هر افغان وګړي ته چې په هر ځای کې ژوند کوي، د هغې مسؤلیت دی چې هغې ته یې ورسوي. زه یو ټکي ته د غنیمت د فرصت څخه دا وایم چې تاسو به د دې شاهد ونه اوسئ په دغه 15 کلو کې چې د افغانستان برېښنا شرکت تاسیس شوی، چې د دې کوم ترانسمیشن لاین خراب شوی وي او برېښنا یې قطع شوی وي، یا هم کوم تخنیکي ستونزه په کوم سبسټیشن کې پیدا شوی وي او دوی وارسینې یې کړي او 15 ورځې برق خراب شوی. خو د بده مرغه دغه دوو کالو کې چې نسه کال دی او تیر کالو پروس کال د واورې د ورېدو له امله د ټول افغانستان خلک زیانمن شو، برېښنا هم زیانمنه شوه او ډېر زیات تقریبا کولای شم چې ووایم حدودا 15 لکه ډالره، 3.5 میلیون ډالره په ظرف د 2 میاشتو کې زیان یې وکړه. سږ کال هم د یو نامرئی حادثې له اړخه دا بیا هم ستونزو سره مخ دی او هره شپه د 15-15 لیټرو تیلو څخه موږ دلته زیان کوو، تاوان کوو. یعنی د دې اټکل به ډېر سخت وي چې دا د هر د امنیتي ارګانونو یا د برېښنا هر یو کس یو پایې لاندې وي او د هغې ساتنه وکړي. دې ته مجبور نو یو جدا اردو پایل جوړ شي او د پایو د ساتنو لپاره. حالا خود شرکت برېښنا گذشته از یعنی برق وارداتی چقدر کار کرده به خاطر از اینکه بتونه در داخل افغانستان برق تولید کنه و واقعا چقدر موثر بوده و برنامه های آینده چه خواهد بود؟ د افغانستان برېښنا شرکت صلاحیت د دین لري چې غټ بندونه جوړ کړي.
د صلاحیت او مسئولیت ډیر زیات د اوبو برښنا د محترم وزارت پورې اړه لري. حالا چقدر هماهنګي میان برښنا و خود وزارت وجود داره؟ صرف د وړوکو بندونو د جوړولو فرتن یو بند 3 میگا واټ په ظرفیت په نورستان کې مونږ پیل کړی، د 2 میگا واټ په ظرفیت په دایکونډي کې مونږ پیل کړی. یعنې داسې وړوکو بندونو اجازه مونږ لرو چې مونږ هلته د برښنا تولید شروع کړو، خو د غټو بندونو جوړول صلاحیت او مسئولیت د مخکې ویل چې د اوبو برښنا د محترم وزارت دی، هماهنګي پدې دی. اغوی هم خپل کارونه به پیل کړی وي. دوی داسې ویل کېږي چې د غټو بندونو پلانونه شته، د بودیجه به یې کار هغوی پیل کړی دی، خو همدارنګه شخصي سکتور ته هم مخه کړی تر څو شخصي سکتور ته د برېښنا د بندونو د ایجادولو پروسه ورکړي. په دې کې د افغانستان برېښنا شرکت حاضر دی تر څو اجتماعي یا وګړنیز ژوند ته او وګړنیز ژوند ته ستونزه ونه رسیږي. حاضر دی چې د مبدا څخه د کوم ځین څخه چې کوم څوک یا کوم شرکت برېښنا تولیدي، برېښنا یې واخلي او خلکو ته یې توزیع کړي. خیر، سپاسګزارم. آقای فکور، شما هم در گذشته تجربه شده دارین که در حکومت های قبلی چنین مسائل صورت می گرفت. در این مقطع زمانی بحث صلح هم خیلی داغ شده و دید بازدیدهایی هم وجود داره. واقعا کسانی که دست به چنین اعمال می زنن و زندگی مردم مختل می سازند، با اونا میشه صلح کرد و واقعا راهی وجود داره برای صلح و یا همه فقط یک وقت کوشی است از سوی ISI و طوری که شما گفتین بر رهبری پاکستان؟ تاست بهتره در معلومه ده چی ده چپل سوی استخباراتی جگره ده زموش ده امسایه ایواد پاکستان ده خواه همایه کیجی اغلوی کپیره ده دی ISI پا سیاست که دایز ده چی پا اصل کی ده انسانی جواند اصل جگره نده سوله ده ارامش دی دا جګړه چې در باندې تامل سوې ته باید آمادګي ونیسې، عملیات وکړې، تجهیزات وکړې، پولیس، تعلیم و تربیه پر دوی داسې فضا تنګه کې چې دوی دا آمادګي باید ته ولرې، خپل تاسیسات وساتې، دغسې ګټو ضرر وسنجې، درکې کې که امکان یې نه وي ته امکان پیشبیني یې وکړې که داسې حالت رالی زه به څه کوم. د بلې خوا څخه طبیعي ده افغانستان حکومت بشر دوستی او قوانینم دا نه ایجابوي چې ته مطلق آدم کشی دی پالیسی چې چې وژنم دي که سولم که بندې کوم دي وژنم دي که را تسلیمم سه وژن دي دا د سولې خبره ضمني خبره ده او په دې کې افغانستان ډیپلوماتیک پیشرفت کوی سي په دې کې زه شک نه لرم. ماته خبره دلته بل شی ده چې بلې خوا ته ولاړ نه سي. د افغانستان د انرژي د لینونو تاسیسات دا ستراتیژیک ابیکتونه دي، ستراتیژیک تاسیسات دي. ما ته دا دی چې آیا دا د حکومت په دی امنیتي د اتمر صاحب څه شي کوي د امنیتي مشاور چې دورې دورې کېږي، 150 نفره یې مقرر کړي، د ګردو غټانو زامن یې مقرر کړي دی، نو څه قانوني څه نیولې تر سایه په پورې مشاورین دي. کیسه ده چې آیا ستاسو په فکر کې دا و چې دا وساتو په هر قیمت چې ولې په دې کې خو یو ګټه او تاوان دی، بل عامه خدمات دي. اوس زه نه پوهېږم تویدي صاحب سه یې پوښتنه کوم، ستا خو لین قطه دی مصرف دي، کنندګان یې نه مصرفوي، آیا تاجکستان دا پیسې درڅه اخلي؟ څومره تاوان دی په دې یوه هفته کې؟ دا پیسې خو ته انتقاله یې ولې د ده د سرحد چې را تیریږي. آقای توحیدی اشاره داشتن که واقعا د ظرف دو ماه تقریبا چقدر میلیارد دلار هغه فابریکې چې د کار لویدلی دي. اوس نو د دغه ځای د ګټې د تاوان یو مسؤل سته، کله چې شرکت ګټه کوي موږ خوشحاله کېږو، شرکت هم وایي دا دې ګټم، آیا چې تاوان یې وکړي د دې یو مسؤل سته؟ د چا څه باید پوښتنه وکړو؟ ګورې زه دغه په جرمني کې مې ژوند کړی دی، درس مې ویلی دی، آرام ملک دی، جګړه خو نسته هلته. د دوی انتقالي ترانسمیشن لینونه د هلیکوپترو په واسطه د دغه بیرې څخه چې کم وخت واوره ونیسي او دا لینونه تر فشار لاندې رانیسي، دوامداره د هلیکوپترو په واسطه باندې چک کیږي، لیدل کیږي، ساتل کیږي.
آیا شرکت برق تاسی وړاندیز د دولت ته کړی دی چې زه ډار لرم چې ستا د امنیتي پالیسۍ په نتیجه کې دغه لینونه تر فشار لاندې راسي یا د واورې کیسه او یا تر جګړې لاندې دا به راساتې یا دا دی چې دی خو شرکت دی ګټه هم کوي آیا د نسوای کولی چې د دغه لینونو د ساتلو دپاره یو کومندو سیاره کومندو داسې جوړه کړي چې دا وساتي او کې تخریب سول ژر ترمیم کې په حکومت پورې اړه ونه لري آیا دوی نسوای کولی د بلې خوا څخه حکومت ته وایم اشرف غني دې منګل دې ودې ته چې هغه پیښې چې په افغانستان کې کېږي چې ته وایه جګړه د پیسې نه لرم خارجیان راسه ولاړه جګړه راباندې تعمیل شوه دا کار دې نه پرېږدم دا په تا پورې اړه درلودل اوس زه شرکتي برق ته وایم ضرور نه ده چې په هغه ځایونو کې چې ستا لینونه قطع کېږي او دوامداره ته تر فشار لاندې تاوان وینې در ګټې دولت ووایه چې زه دلته برق نسم رسولی تر هغو چې امنیت تامین نه کړې بله لاره بیا څه شي ده اوس دستي جګړه ده په افغانستان کې ته انتقالي لینونه ترانسمیشن نسې ساتلی ته ولې د بله انرژي څخه استفاده نه کوې د لمر انرژي چې پر هغه ځای تولیدېږي شام تولیدېږي د بامان ولایت یې تامین کړی دی د ګردیز ولایت یا د تویدی صاحب خبرې چې دیرش کیلوواټه دلته میگاواټ دستګاه ده ولې د باد د انرژي څه اشرف غني چې ته متفکر درجه یې کوي او عبدالله ولې د داسې فکر نه کاوه که دغه لینونه چې وارداتي دي راسه خراب سو او تاوان هم راورسېدي راځه الټرناتیو یې دا دی چې د لمر د انرژي څه د باد د انرژي څه د بیو ګاز د انرژي څه قانون پاس کو پالیسي پاس کو دا وکړو دا دې نه دی کړی امنیت هم نه دی تامین کړی شرکت که برق تا تاوان رسیدلی په میلیون ډالر اشرف غنی عبدالله آقای توحیدی هم نظر دارند البته د کله چې موږ برېښنا د نورو هیوادونو څخه راخلو که موږ قوه د جذب ونه لرو یعنی کوم تخنیکي ستونزه رامنځته نه شي طبیعي ده چې دا باید موږ پیسې ورکړو او حتی تر 11% پورې جرمانه هم ورکوو خو که داسې حالات رامنځته کېږي لکه د پروس کال چې واورې خراب کړې یا نن اوس امنیتي ستونزو له امله ده په دې برخه کې موږ مایده لرو چې موږ اضافي پیسې هغوی ته نه ورکوو دا یو موضوع بل موضوع موږ هغه کومندو لرو خو انجینران کومندو لرو د لاین هوایی په نوم مکمل یو برخه مو ده چې د دوی مسؤلیت دی چې د پټول افغانستان کې دغه ترانسمیشن لاینونو او د نورمال لاینونو چې په کابل کې دی د دې مراقبت کوي فرضاً په ښار کې ګوري چې کوم ستونزه وړوکې لاینو کې وي هغه اصلاح کوي او ترانسمیشن لاینونو کې دوی نورمال خپل موټرو سره ګرځي که کوم ستونزه راپیدا کیږي یا مخکې مخکې نه هغه محسوسیږي هغه ترمیم خیلی سپاس آقای شرق با توجه به وضعیت که حالا روانه است عملیات ها اکثرا شنیده میشه که متوقف میشه از شورای امنیت و ارگ بعضی مواقع دلایلش هم واضح نمیشه در این صورت حالا طالبان استراتژی که گفته میشه دارند به خاطر در فصل سرما از موارد دیگر استفاده میکنن برای فشار آوردن بالای حکومت افغانستان حکومت افغانستان در سال آینده چگونه میبینین و واقعا وضعیت امنیتی را خود حکومت و موارد را که شما اشاره کردین مانند پارلمان و آقای عبدالله پستشان این موارد سال آینده چگونه خواهد بود واقعا؟ خب پیش از پاسخ به این پرسش به گفتار جناب فکور صاحب کاملا موافق هستم که این هزینه کلانی را که حالا مردم افغانستان داره قربانی میشه و میپردازن مسئولیت چمین چهره هایی داره که ایشان نام بردن سخنگوی کاخ سپید و جان مکین اون چهره معروف سیاست آمریکا در تازه ترین واکنش هاشان سال 2016 را در افغانستان سال بسیار نابسامان خواندند وضعیت امنیتی را و افغانستان هنوز یک کشور خطرناک است در نظرگاه یاسنا اولین نکته را من میخوام بگم که آمریکاییان در دکترین سیاست مبارزات نظامیشان علیه دهشت افغانان متاسفانه دچار چنگانگی بودند یعنی موضع‌گیری هاشون شکنگیز و چند پهلو بوده در کنار از او دولت مردان افغانستان از تمام فرصت کلانی که هم به لحاظ حمایت های نیروهای ناتو در رسالات متحده آمریکا در افغانستان بود هم به لحاظ فرصت های کلان دیگری که در منطقه میتونستند یک تعامل را ایجاد بکنن و یک دیگرگونی را بیارن و یک راهبرد همگرایانه منطقه ای را اتخاذ بکنن دولت مردان افغانستان تدبیری چنین چیزی را نداشتند از سوی دیگر ما در یکی از رسانه های دیگه هم گفتم اینجا هم لازم میدانم تکرار بکنم که ما دولت مردانی واقعا 100% در تضاد با تفکر طالبانی را در افغانستان تجربه نکردیم هم دولت آقای کرزی به گونه در تبانی با نیروهای طالب در حرکت بود و هم آقای اشرف غنی از نوستالژی
و تفکری که داره من میشناسم که زیاد علاقه ضد طالبانی نداره، یعنی تفکرش یک نوع توانی داره با تفکر رادیکالیستی که متاسفانه افغانستان قربانی از اوست. از سوی دیگر نقشه جنگ و مدیریت جنگ افغانستان، مدیریت نهادهای امنیتی و زمینه مبارزه در برابر دهشت افغانان متاسفانه هر روز از میان ارتش افغانستان قربانی میگیره و سربازان دلیری افغانستان قربانی میشه و مردم افغانستان باج میده. همه برمیگرده بر نداشتن یک استراتژی و یک راهبرد مشخص حکومتداری و مبارزه نظامی علیه طالبان. طوری که آقای فکور اشاره کردن، شما در شورای امنیت بچه هر فیگور سیاسی را میبینین عضویت داره. وقت شورای امنیت پاکستان را در نظر بگیرین، خبرگان، نخبگان، چهره هایی که کادر فکری هستند، متخصصی همون حوزه خود هستند، در مطالعات، در منطقه شناسی، در جنگ شناسی، در هر زمینه دستاورد بسیار کلان دارن، اونها هستند دکترین سیاست نظامی و سیاسی و اقتصادی یک مملکت را تدوین میکنن، یعنی اتاقای فکر دارن. دولت افغانستان متاسفانه چنین چیزی را نداره. بنابراین سال 2016 موقعی که در فصلی که جنگ نیست، طالبان تانستن چالش ایجاد بکنن برای دولت، عملیات در هلمند کردن، عملیات در بدخشان کردن، عملیات در دند غوری و دند شهابالدین در بغلان کردن، عملیات در کندز کردن و عملیات در فاریاب کردن، عملیات دیگر در ننگرهار کردن. اینها همه نشان میده که تکتیک و محاربه دشمن در برابر دولت قوت گرفته و اونا یک استراتژی جنگ چریکی و پارتیزانی و حتی استقامی خود را دارن. دولت افغانستان در چنین فصلی نتونست استفاده بهینه بکنه. در فصل جنگ بهار طالبان هست، بدون تردید خونین ترین حادثات را مردم افغانستان شاهد خواهند بود متاسفانه. حالا هر دو رهبری که در رأس حکومت قرار دارند بر رأی مردم که حتی انگشتایشان از دست دادن آمدن، واقعا آقای عبدالله به عنوان بدنه از حکومت که حالا شما ذکر کردین که پستشان هنوزم مشروعیت نداره، اگر در این دو سالی که طبق توافقنامه ذکر شده لویجرگه برگزار نشه و اونا سمتشان مشخص نشه، باز هم ممکن است حکومت ادامه پیدا کنه؟ خب بحثی من از مشروعیت تنها بحث ریاست اجرایه نیست، یعنی هم ریاست جمهوری مشروعیت نداره و هم ریاست اجرایه. آقای دکتر عبدالله به نظر من به لحاظ فلسفی سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی مورد بحث ما نیست. آقای دکتر عبدالله نصف که قدرت نیست و هیچ گونه اراده سیاسی نداره، هر گونه تصمیمی را که گرفته یک آدم دیکتاتوری به نام آقای اشرف غنی که خودکامه و یک کسالار و اخلاق توتالیتری داره، دکتر عبدالله را با میلیون ها رأی که داشته خرد کرده. ما کاخ سپیدار را فقط مشاور خانه میبینم به عنوان یک شهروند افغانستان. بنابراین توافقنامه ای که برای تحقق که تا حکومت وحدت ملی نهایی شده، چالش های بسیار سنگینی پیش روی خود داره و اون اعتماد ملی و مردمی هم که آقای دکتر عبدالله داشت و انتظار داشته باشه که دوباره از این اعتماد استفاده میکنه و میره به طرف برگزاری لویجرگه، این خواب را ببره به خانه، به خاطر که نتونست بر تعهدات خود عملی بکنه و مردم حمایت نمیکنه و آقای غنی آماده هیچ گونه تعدیل در ساختار قدرت سیاسی و قانون اساسی نخواهد بود و دیکتاتورانه عمل خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم از حضور شما میهمان عزیز در بحث و سپاس از شما بیننده های محترم که بحث را تا این دم دنبال کردید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.